هفت لیگ فوتبال که کرونا آنها را تعطیل نکرده است. تلخ‌ترین پایان ممکن برای لیورپول. وقت کرونا به سود ستاره بارسلونا شد. سلام به کانال همگام با ورزش، خوش آمدید. با وجود شیوه روز افزون کرونا در بین کشورهای جهان و به خطر در آمدن زنگ خطر توسط سازمان بهداشت جهان، هنوز بعض از لیگ‌های فوتبال در برخی از کشورهای جهان که درگیر این ویروس هستند ادامه دارد و تعطیل نشدند. هواداران فوتبال علاقه ندارند سند قهرمانی لیگ برتر در این فصل به نام لیورپول زده شود. شیوه ویروس کرونا در چین و بعد از آن کشورهای اروپایی، آسیا و حتی آفریقا و قاره آمریکا باعث شد همه رقابت‌های ورزشی تحت تاثیر قرار بگیرند و لیگ‌های فوتبال تعطیل شوند. سازمان بهداشت جهانی سرانجام قبول کرد که برای کرونا از اصطلاح‌های جهانی استفاده کنند تا نشان دهد که این ویروس بسیار خطرناک است. ویروس کرونا تقریبا بیشتر کشورهای جهان را به خود مشغول کرده است. با وجود تعطیلی رقابت‌های ورزشی به خاطر کرونا، هنوز لیگ‌های بعض از کشورها برگزار می‌شود. فوتبال در هفت کشور در سراسر جهان هنوز به صورت طبیعی و با حضور هواداران ادامه دارد و لیگ‌های این کشور تعطیل نشده است. این در حالی است که در آنها ویروس کرونا دیده شده است. این هفت لیگ عبارتند از لیگ تونس، لیگ سودان، لیگ روسیه، لیگ ترکیه، لیگ پاکستان، لیگ آرژانتین و لیگ آفریقای جنوبی. در حالی که لیورپول با رقم خوردن شرایط حتی با انجام یک بازی دیگر میتوانست بعد از 3 دهه و برای اولین بار فاتح لیگ برتر شود، اما شیوع ویروس کرونا باعث به توقف افتادن مسابقات شده و هنوز آینده این فصل در حاله از ابهام قرار دارد. اسکای اسپورتس در یک نظرسنجی بزرگ از هواداران خواسته حالت ایدئال خود را برای رقم خوردن اتفاقات ادامه فصل در صورت عدم وجود امکان ادامه مسابقات را انتخاب کنند و بیش از 50% معتقدند عنوان قهرمانی نباید به لیورپول برسد. 51% از هواداران فوتبال در انگلیس علاقمند هستند فصل همینجا پایان یابد و هیچ تیم نه عنوان قهرمانی را به دست آورد و نه تیم به دسته پایین‌تر سقوط کند. 21% از شرکت کنندگان می‌خواهند لیورپول همینجا عنوان قهرمانی را به دست آورد اما تیم به دسته پایین‌تر سقوط نکند. 27% نیز معتقدند جدول فعلی باید ملاک اصلی برای تصمیم گیری قرار گیرد، بدان معنا که لیورپول قهرمان شده و تیم‌های تای جدولی نیز به دسته پایین‌تر سقوط کنند. این در حالی است که لیورپول در حال رسیدن به مقتدرانه‌ترین قهرمانی لیگ برتر در تاریخ بوده و تقریبا تردید در مورد رخ دادن این اتفاق وجود ندارد. البته یورگن کلوپ در مصاحبه مدعی شد حتی اگر با تعویق مسابقات جان یک نفر هم نجات یابد دیگر فوتبال ارزش ندارد، اما به هر حال این اتفاق را میتوان کابوسوارترین پایان ممکن برای فصل درخشان لیورپول تصور کرد. لوئیس سوارز ستاره گلزن بارسلونا در حال آماده شدن برای بازگشت به میادین است. بدترین خبر برای بارسلونا در ابتدای سال جدید میلادی مصدومیت لوئیس سوارز در دیدار مقابل اتلتیکو مادرید در مرحله نیمه نهایی سوپرکاپ اسپانیا بود. در ابتدا عنوان شد این مهاجم با تجربه احتمالاً فصل را از دست خواهد داد، اما به نظر میرسد شرایط برای لوئیس سوارز بهتر از حد انتظار پیش رفته است. نشریه آیس مدعی شد لوئیس سوارز در حال حاضر زیر نظر پزشکان در شهر بارسلونا در حال پیگیری برنامه‌های درمانی‌اش بوده و شرایط برای او بهتر از انتظار رقم خورد. با طوری که ممکن است لوئیس سوارز تا پایان ماه اپریل آماده بازگشت به میادین و قرار گرفتن در ترکیب بارسلونا باشد. البته مشخص نیست موعد اثرگیری لالیگا و لیگ قهرمانان چه زمان خواهد بود، اما ممکن است لوئیس سوارز به دیدار برگشت مقابل ناپولی در استادیوم نوکمپ رسیده و قادر به بازی کردن در این دیدار مهم باشد. بارسلونا در دیدار رفت در استادیوم سان پائولو با نتیجه 1-1 به تساوی برای رقیب ایتالیایی رضایت داد و کار آسان برای صعود به مرحله 1/4 نهایی پیش رو ندارد. البته هنوز سرنوشت لیگ قهرمانان برای فصل جاری مشخص نبوده و حتی اخبار در مورد احتمال لغو این رقابت‌ها نیز وجود دارد. تشکر از همراهیتان. تا گزارش بعدی سبز و شاد بمانید. الان نگهدار.